روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افرادگرایی اشاره کرد. The use of chemical weapons can never be condoned. Violations of the laws of war can never be justified under any pretext. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند. We can start with Bahrain. From Bahrain to Yemen, from Yemen to Lebanon, from Lebanon to Syria. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است. ایران remains the biggest state sponsor of terrorism in the world. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است.